دوست عزیز سلام، خوش آمدین به اکران سریال چرا دوستم نداری. تا لحظات بعد روی پرده بزرگ سریال ما قرار است که نشر شود و ما منتظر هستیم که دوستای ما میایند، هنرپیشه‌های عزیز میایند، از پیششان پرسان کنیم، سوال کنیم، مصاحبه کوتاه داشته باشیم. شما پس جای نرین، منتظر باشین ببینین که کی میایند. استرس دارم شدید، بخوام راستش رو بهتون بگم. بعد اینکه واقعا نمیدونم چی بگم. خیلی خوشحالم، یه کار خیلی عالی بود، همکاری خیلی خوبی داشتیم و اینکه امیدوارم این به بعدش هم به همین شکل پیش بره. استرس، میخوام ببینم چی کار کردم. گرچه بار اول ما هست استرسات زیاد دارم، ببینیم پناه بخوابیم چی میشه، ولی با وجود خودتان اطمینان دارم که یک چیزی خوبی آمده. من مطمئنم سلیار خوبی میشه و کارگردان خوبی مثل ایشون مطمئنن سلیار خیلی خوبی هم از آب در میایه. من مطمئن است. والا انشالله که سلیار خیلی جذابیه، اینجور که بچه ها بازی کردن به زحمت هایی که شما کشیدین چند وقت. امیدوارم که سریال خیلی عالی و جذاب باشه. فکر میکنم فیلم خیلی قشنگی بشه، چون همکاری خیلی نزدیک بود، خیلی صمیمانه بود، واقعا مثل یه خانواده با هم دیگه کار کردیم. اینم تجربه اول من بود، هیچ تجربه ای نداشتم. با همکاری شما، با راهنمایی خوب شما و همکاری دوست عزیزم آقا فریدون، فکر میکنم یه چیز خیلی عالی از آب در اومده باشه. والا از نظر من سریال که خودت دایرکت کردی و هنرپیشه‌ای که همکاری کردن و هم خودم کار کردیم، یعنی من فکر میکنم این سریال به سطح سریال‌های اروپایی، ترکی، ایرانی، یعنی کم از اونام نیست و تا جایی که من خبر دارم شما در قسمت تکنیکیش بسیار کوشش کردین که حتی دوبله کنین آوازا را، چقدر جالب شده برای افغانای عزیز ما. فکر میکنم جالبترین سریال خواهد بود و خوبترین سریال در این زمان، در این مقطع زمان است که ما تهیه کردیم. انشاءالله ما امیدوار هستیم که قسمت بعدی از این را که در قسمت بعدیش است انشاءالله ادامه بدیم و دوستا و عزیزای ما را، از کل دوستا و عزیزا خواهش میکنیم که همین چنل آزادی را سابسکرایب کنن و این سریال ببینن، باز نظریات و انتقادات خود را بگوین برای ما. ما در قسمت بعدی که تهیه میکنیم و خاص مردم افغانستان خود جور کنیم. ستم به قدر هنر می کشند اهل هنر، ستم به قدر هنر می کشند اهل هنر، به شاخ سنگ به اندازه ثمر ریزد. عرض ادب و احترام دارم خدمت تمام شما عزیزایی که امروز وقت گذاشتین و اکران سریال ما تشریف آوردین، واقعا قلبا سپاسگزار هستم. یعنی بدون همکاری از اینا سریال ناتکمیل بود، مخصوصا خانمای محترم که وقت گذاشتن، حاضر شدن، آمدن در این سریال. کل ما میفهمیم که برای طبقه خانما چقدر سخت است وقتی که بخوایی از پیششان بیا در فیلم یا سریال کار بکن. از خانما سپاسگزار هستم، تشکری میکنم، لطفا برشان یک کف بزنم در خانمای محترم. تشکر میکنم از پروفیسور، استاد بزرگوار، استاد جلال، برای ما منت گذاشتن، وقت گذاشتن، اینجا تشریف آوردن. یک جان سپاس، شما افتخار بخشیدین، افتخار کشور ماستن، سرمایه کشور ماستن. از جناب جان آقا جلالی، بنیانگذار شورای بزرگ شمالی، و آقای دورانی، رئیس اتحادیه هنرمندان، بارویه که واقعا هنرمند چند بودی است، استعدادهای فراوان دارم، دختر بسیار مؤدب، از خانواده بسیار خوب، نازنین جان نجفی، خواهش میکنم که امرای ما دارم دختر بسیار خوب.
کاری بود که 2 سال میشه شروع کردیم و خدا رو شکر به پایان رسوندیمش. ببخشید من یه ذره استرس دارم، واقعا نمیدونم چی بگم. از یکم خیلی خوشحالم که تموم شد، واقعا تونستیم سریال رو بالاخره به پایان برسونیم. و باید تشکر کنم از آقا فریدون که تمام مدت همراه من بودن. درسته تجربه نداشتم، از صفر شروع کردم، ولی همیشه به من انرژی دادن، تو تمام راه راهنماییم کردیم. واقعا ممنونم ازتون. و جا داره تشکر کنم از خانواده عزیزم که همگی رو واقعا افتخاره که من تونستم در این سریال همکاری داشته باشم با برادر عزیزمون. واقعا آقا امید به من انرژی داد، چون من در دوران جوانی توی کارهای سینما با بچه‌ها همکاری میکردم. واقعا این فیلم منو دو مرتبه بیاد جوانی انداخت. و تشکر میکنم از تمام بازیگرای این سریال که واقعا از دل جون کار کردم، مخصوصا خانواده نازنین جون که ما تا دیر وقت ساعت 2-3 شب با ما همکاری میکرد و خانوادهش با اطمینان بچه‌هاش رو برای ما فرستاده بود و داشتیم این سریال کار میکردیم که در برگشتن تفک نازنین جان که تو ماشین خوابش میگرفت. واقعا جای تشکر از خانواده نازنین جون داریم. به افتخار خانوادهشون واقعا یک دسته جانانه تشکر میکنم. جلی دوست عزیزمون که اونو ایشون با هم خیلی کمک میکرد، ممنونم از ایشون و از همه بچه هایی که توی این فیلم بودن، فراد جان، همه و همه و خود آقای یحیی عزیزم که الان ایشون هستن. تمام بچه ها همکاری داشتم. تشکر از آقای دورانی عزیز که افتخار دادن در این فیلم با ما همکاری کنن و تشکر از برادر عزیزم. خواهش میکنم. تقدیم شما آقا فرادوری. تشکر. قسمه که پیشتر هم گفتم که اگر تک تک از این دوستا و هنرمندا حاضر نمی شدن که همراه ما شانه به شانه استارت شدن و کار سریال ما نمی تانستیم تکمیل کنیم و امروز شاهد اکرانش نمی بودیم. به نمایندگی از تمام بچه ها یا مردایی که در سریال ما نقش بازی کردن، آقای رحمانی جایشان خالی است، یحیی جان، جلیل جان، فراد جان و سایر دوستایی که حالا اسمشان شاید فراموش شده باشم، از رئیس اتحادیه هنرمندان تقاضا میکنم که روی استیج بیایم به نمایندگی از تمام بچه ها و مردان یک دستگل خدمت آقای دورانی تقدیم میکنیم. افتخارشان. بازم مرد سلام دارم به تک تک شما دوستان و عزیزان. احنا سیریال دیگه نیم کستانم والا ما هم نزد بودم و این دمی فهمیدون نتیه سیگان نتیه نقشکار می کنم در بالی باید خانم آقا چقدر معمول بازی کردن و خدای بیجان. خب نقش هایی که در فیلم هایی دارم من فیلم زبانسان کار کردم، یک سیگان فیلم ایجه، اما به این دفتم این که بیجان واقعا منتاش کرده، دویم کرده، تخلیقی کار کرده، موزیک بکشتن، لایف و ساوند و از نگاه تخلیقی سینمایی مخدم گرمیده شد. ما خیلی من افتخاره کاری جان تکر من از بزرگمرد تاریخ افغانستان از استاد معظم خواهش میکنه که اینجا بین آقای خیلی بدین از یک نظر شما میکنیم و افتخار استاد فجرهای کنام تشکر میکنم از با
بانوی عزیز و دوست عزیز ما که محفل ما را آغاز کردن. عرض و سلام و ادب دارم به تک تک عزیزانی که در اینجا تشریف آوردن و به اجازه بزرگمند دانش، فرهنگ، قلم و ادب افغانستان پروفسور فیض الله جلال، یکی از استادان بزرگ افغانستان عزیز ما، در اینجا تشریف دارن. به افتخار شکف نازنین بگیرید و همچنان از محترم جناب آقا جلالی که رئیس کانون فرهنگی هموطن هستند و همچنان رئیس کانون فرهنگی مردم بنیانگذار شمالی هستند، و افتخار شکف بزنید. و همچنان از دوستا و عزیزا و افتخار امید جان عزیز، سعید امید سادات، دایرکتر فیلم سریال که ما شما همه را میبینیم که چرا مرا دوست نداری، و افتخار شکف بزنید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند علم و فرهنگ و هنر. امروز افتتاح سریال است، سریالی است که در 10 قسمت تهیه شده. حاوی مطالب خانوادگی و فرهنگی جامعه افغانستان و وضعیت واقعی افغانان در خارج از کشور، که با زحمت کشی و تلاش و ابتکار برادر محترم امید جان، سید امید جان سادات تهیه گردیده، و یونت بسیار پرکار و همکاران تخلیقیشان، و این ابتکار همچنان ابتکار دایرکتری در خود امید جان با عهده داشتن. این سریال در نوع خود بزرگترین از ابتکار یک هنرمند افغانی است که در تدوین و تنظیم آن هنرمندان لایق و دوست داشتنی اهم از مرد و زن و اطفال در اینجا وجود دارن. و افتخار همی هنرمندهای که در سریال تن یکم که زنان خانه‌نشین هستند، از حقوق اساسیشان محروم هستند. زنان در اینجا بسیار نقش خوب بازی کردند، کارنامه بسیار خوب بودن. در محوریت آقای امید سادات بسیار نقش خوب بازی کردند که هم جای بسیار خوشی است. نتیجه این که این سریال ظرافت هنری، علمی و منطبق با واقعیت‌های جامعه افغانستان بود. ندای هزاران هزار زن، هزار خانواده، هزاران هزار جوانی که به همه یک سرنوشت درون شدن در همین سریال مشاهده میشه. اینجا بسیار با اهمیت است و باز شما خواهید دیدید که هزاران چی که میلیون‌ها میلیون انسان این را تقدیر، تمجید و تحسین خواهد کرد. و این سریال و نقشی خصوصا نقشی خودی جناب امید، ما امید
چند بار دیده، یک آدمی با اخلاق، یک آدمی با فرهنگ، یک آدمی با ادب یافته. بنابراین من باور دارم که تعداد بیشمار خانم‌ها خطی عمید کار می‌کنند. آرزوی من است که آقای عمید این پایان کارش نباشه. اول کار و پایان کارش نباشه. این اول کارش باشه و این با دیگر خانم‌ها، دخترها و مردای که در این رشته تحصیلات دارن، دانش دارن، آگاهی دارن، سریال‌های بسیار خوب و خوب و خوبتر برای افغانستان با آفرینن. و همچنین از نقش رئیس اتحادیه سینماگران و فرهنگان افغانستان که من چند باری کمیتیان را دیدم در دفتری از اینا دیدم و همیشه اینا مصروف بودن. من البته چای بخوردم و اینا مصروفی همین چیزای همین فیلم بودن، همین سریال. از اینا هم سپاسگزاری میکنم که با تعهد و مسئولانه در پروی جناب امید استام شدن. چیزی مهم در هر کار میدونیم تعهد است. تعهد بار به یک جای میرسانند. تعهد و مسلک بسیار مهم است. و امروز شما خبر دارید مثل دانشگاه های ما وضعیت خوب ندارن، ادارات ما وضعیت خوب ندارن، بسیار مشکلات داره. یک مشکل کلام دیگه مشکل هنریست در افغانستان، مشکل فرهنگیست. مشکلات اقتصادی را میتونم به سادگی حل کرد، اما مشکلات فرهنگی به سادگی حل نمیشه. Thank you.
استرسی که داشتم کلن برطرف شده. نمیدونم واقعا چی بگم، یه کار بسیار عالی، پرکیفیت. فقط منتظر قسمت های اول تا آخرش باشین و اینکه خوشحال میشم نظراتتون رو بدین. آرزوی موفقیت واسه همه. عالی بود، شما هم برید ببینید. پرفکت. ما که اول کار که آمدم قدر استدارشون گفتم چی شده این سریال، وقتی که پخش کردی واقعا یعنی دیگه قد شوک شدم، قدر خوشحال شدم. گفتم خدا رو شکر مثلا ما یک سریال شروع کردیم و خدا رو شکر تمام شد. بازم من خدا رو تبریک میگم به خودت، انشاءالله که بهترین رو برات آرزو میکنم، در زندگی بالاتری زیاد بالاتر میره میشه. به نظر من پرفکت، بسیار عالی بود. اصلا من فکرشو نمیکردم که همچین سریالی از آب در بیاد. خیلی خوشحالم که با شما همکاری کردم. امیدوارم که دوستان لذت ببرن و خوششون بیاد، استقبال کنن، ازمون پشتیبانی کنن. امیدوارم که با پشتیبانی این دوستای عزیز سریال ما همچنان قسمت دوم، فصل دوم داشته باشه، بتونیم با هم بیشتر همکاری کنیم. سریال دیدیم، واقعا حظ بردیم. واقعا سریال جور شده که من خودم چوک گرفتم، یعنی به این سویه، به این کوالیتیت، با این رنگ، با این لاین که در این فیلم کار شده، با این اکشن های زیبایی که هنرپیشه و هنرمنده های ما کار کرده، واو. من هیچ فکر نمی کردم که راستی من سر امیدوار امید نداشتم که به این سویه یک فیلم کنه. یعنی فیلم عیناً فیلم های هالیوود و بالیوود برست، باور کنین که هیچ تفاوت نداره. از هر نگاه، از نگاه ساوند، از نگاه لاین، از نگاه رنگ، از نگاه اکشن، از نگاه شات‌های سینمایی، هر چقدر که من داخل سریال شدم حظ برده رفتم. من گفتم نه، سینمای با زنده است. اما تو جوانای مثل امی جان که بخیر پیدا شوه و دیگر سینماگرای ما که اینم تو فیلمای به اصطلاح یک اندازه کوالیتی خوب، از نگاه تکنیک های سینما، سینمایی خوب، از نگاه داستان، قصه، ببینین چیه قصه ایره ارده که واقعا سنهای بدیر که آدم میبینه هشک آدم میاید حیات میمونه. آدم میگه والا آفرین، من خود حض بردم، فهمیدم که سینما زنده است و من همیشه هم کاری میکنم. ما همین که در تخمینن در نصف سریال رسیدم، اول خب میخواییم که تبریک بگویم برای این یونت بزرگ و بخصوص بر امید جان نازنین که به اندازه زیبا بازی کرده بودن و یک کوالیتی خیلی بالا و یک سیستم خیلی بالا، مونتاژ خیلی بالا و کارگردانی خیلی خوب. یعنی امیدوار شدیم که این سریال یکی از خوبترین سریال های افغانی خود بود که انشاءالله که شما حتما ایره شاهد دیدارش باشین و این گپا و صحبت های ما حتما ایره شما یاد خواد کردین. و برای همگی عزیزان، برای تمام کسایی که نقش بازی کرده بودن، برای یک و یکشان چی خانما، دخترای نازنین و کارگردان و نقش مرکزی را که امید جان بازی کرده بود، برایشان موفقیت آرزو میکنم و همیش در خدمتشان و کشور هالند خواهد بودیم، کشور گلها، که امشالا در وقتهایی که گلها میبراید اینا بیان چند ثانی خود وجود شد بکنن که ما در خدمت باشیم.